بله، این شعری بود از فروغ فرخزاد که در برنامه گذشته راجع به زندگیش و دوران به اصطلاح ورود به زندگی شاعریش صحبت کردیم و تا آنجا رسیدیم که این شاعر جسور و جوان و آسی خودش رو در بوته آزمایش گذاشت و از خودش گفت، دیگه با ایما و اشاره و استعاره نبود که قرنها معشوق رو به همون ترتیب نام می بردند و گفتگو می کردند با معشوق، ولی در اینجا فروغ این مرحله دوران اولیه شاعریش رو پشت سر داره می ذاره و هنوز به تولد دیگر نرسیده، ولی ایمان بیاوریم با آغاز فصل سرد یک پلیست بین شعرهای اولیه فروغ که از خودش میگه، از جسمش میگه، از لذتها، ناراحتیها و اون چیزهایی که یک انسان طبیعی رو متأثر میکنه یا منبسطش میکنه از اونها صحبت میکنه. اینجا فروغ با همه این جسارتش میبینیم که به ناامیدی هم کشیده میشه، گهگاهی در پیله خودش میتنه و در خلوت میره و از مردم گریزان میشه، به اصطلاح تا اونجایی که میگه وقتی در آسمان دروغ وزیدن میکرد، وقتی در آسمان دروغ وزیدن میگیرد، دیگر چگونه میشود به رسولان سرشکست پناه آورد. میبینیم که این نومیدی و بی‌اعتباری فروغ اینجا بی سبب نیست. چرا؟ از یک دنیایی داره سخن میگه که پر از درویی و ناراستی است. همچنان که میگوید من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها میآیم و این جهان به لانه ماران مانند است و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسند در ذهن خود تناب دار تو را میبافند. فروغ از مرگ نهراسید، از مرگ نمیترسید، ولی شاید تصادفی نبوده که مرگ خودش رو فروغ پیش بینی میکنه، ولی ترسی که فروغ داره از مرگ نیست، ترسی است که کارهایی رو که میخواد انجام بده نیمه کاره میمونه. البته فروغ این فنا و نیستی رو در همه اجزای وجودش و در ریشه هستی خودش که عشقه و اون رو در گذر میبینه و نقش براب، آنچنان که در کتاب تولدی دیگر که واقعا تولد دوباره فروغه و فروغ از اون شعر من به شعر منها و ماها میاد، یعنی شعرش به تمثیل و عرض کنم حضورتون جامع گرایی میرسه و در اینجا میگه آنچنان آلوده است عشق غمناکم با بیم و زوال که همه زندگیم میلرزد، چون تو را مینگرم مثل این است که از پنجره‌ای تک درختم سرشار از برگ در تب زرد خزان می نگرم، مثل این است که تصویری را روی جریان مخشوش آب روان می نگرم. این شعر از آخرین دفتر فروغ یعنی تولدی دیگر بود و در آخر راه‌ها و فروت‌ها و فرازها بدونی زندگی فروغ خیلی بالا پایین داشت، با اینکه دوران زندگی متاسفانه بسیار کم بود. فروغ اگر حتی 10 سال دیگر میموند اون بالندگیش به اوج میرفت
چنانچه در اوج هست و 50 سال که فروغ در مرکز یا کانون شعر فارسی مدرن بوده و هست و اینطور که پیش میره خواهد بود. فروغ یک شاعر جاودانه شد در فرهنگ شعر معاصر ما. ولی با تمام این، با این بالا و بلندی ها، پایین و بالا رفتن ها، جزرومت های زندگی، میبینیم که واقعیت اصل زندگیش رو فروغ، یعنی مرگ رو، میاد در دهان سرد زمین میبینه. اگر پیشبینی میکنه، اگر نمیترسه، اگر فقط نگران کارهای نیمه تمام آیندش هست، ولی این رو در قعر یک حفره سرد زمین میبینه و اون رو اینگونه به تصویر میکشه و مرگ رو باور داره فروغ، چون از او هراسی نداره. کدام قل کدام اوج، مگر تمامی این راه های پیچا پیچ، در آن دهان سرد مکنده به نقطه تلاقی و پایان نمیرسد. از تولدی دیگر. برای شناخت فروغ واقعا باید شعرشو با تأمل خوند، باید با تعمق خوند و تکرار کرد، مخصوصا شعرهای دوره شاعری فروغ رو، اگرچه فروغ ذاتن شاعر بود که تونست از اسیر و عصیان و دیوار بیاد با برسه به تولد دیگر، ولی باید شعرش رو خوند و نوشید. مستی شعرش، خلسه شعر فروغ، درک شعر فروغ در این هستش که شعرش رو با تمام وجودت حس کنی تا رابطه برقرار کنی. رابطه در یک شعر یعنی تخیل و عاطفه. موقعی که اون عاطفه بین سراینده و خواننده ایجاد میشه، این خواننده است یا شنونده است که بنا به اون ذهنیتی که داره اون رو، تصویر رو میسازه بر خواسته خودش و انباخته موجود، اندوخته موجود در ذهنیتش. ولی فروغ همینطوری که دوران شاعریش رو طی می‌کرد، حالا رسیده به دوران بالندگیش، یعنی در دهه 40، تحولاتی رو که به خاطر ذوق و احساس قوی و شاعر بودن ذاتیش در وجودش هست، یعنی شعرش تکامل پیدا میکنه دیگه. حالا شعر فروغ شعری است که میتونه به زبانهای دیگر قابل درک، قابل ارتباط، قابل فهم ترجمه بشه، کما اینکه شد. دیگر شعر فروغ در اینجا صحبت از خواهش‌های جسم یا نفسانی نیستش. شعر از شعر اروتیک بیرون اومده، از اون سه دفتر که هست از اول، و یک شعری که در اول برنامه خدمتتون تقدیم کردیم، فیلم شد، یک لمه شو، میبینیم که از شعر اروتیک دیگه فروغ رها شده، حالا خودش رو پیدا کرده، یک شاعر کامل، آن هم مورد توجه، که دیگه حالا این فروغیست که لعنتش میکردن، چماق تکفیر بر سرش میکوبیدن، قشتیون، مذهبیون، متشرعین یا هر کس که نامشو ببریم، ولی حالا دیگه فروغ با جسارت، با شهامت ایستاده تا به این مرحله شعر خودش رسیده. یکی از کمک هایی که به فروغ شد، شانس های فروغ این بودش که با کسایی مثل اخوان، سهراب سپهری و اینها آشنا شد، با ابراهیم گلستان، در دفتر ابراهیم گلستان راه پیدا کرد و شاعر بزرگمون، سخنزنجمون اخوان در اونجا بود،
سهراب الان دوره بالندگی شعرش تقریبا، ولی هنوز سهراب نمیتونه حرف آخر رو بزنه، در اونجاست. گلستان پیشروی آوانگاردی که صنعت فیلم های مستند رو آورده، قلم بسیار شیوایی داره و نویسنده بسیار تواناییه. امکانات خوبی رو در اختیار فروغ میگذارن. بعد فروغ به اروپا میره، دوره های فیلم سازی میبینه و کتاب با اشتیاقی که داره در اثر دست پیدا کردن به ادبیات اروپا که در اون زمان در ایران اونچنان مرسوم نبود، کم بود، نه اینکه نبود، به اونها دسترسی پیدا میکنه، اینها رو مطالعه میکنه و میبینیم که فروغ میاد فیلم خانه جزامیان رو میسازه، فروغ میاد شعرهایی رو عرضه میکنه که قابل پذیرش دیگه از طرف همه این هست. ولی این دیگه اون فروغی نیست که میگفت دستانت را دراز کردی چون جریانهای بی سرانجام، لبهایت با سلام بوسه ویران گشتند. اینجا دیگه اون فروغ نیست، بلکه الان این فروغی است که داره میگه من از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و راز و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. حالا دیگه این حرف فروغه، از این دورانش گذشته و آماده سمبولیک میشه، جامعه رو میبینه، از من خود به بیرون اومده، به من منها و ماها رسیده که میاد میگه اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیار و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. این تولد دیگر که آخرین شاهکار فروغه، به زودی مورد توجه همه منتقدین قرار گرفت. منتقدین منقرض، منتقدین مثبت، منتقدین خوشبین، همه متفق شدن کسی دیگه نمیتونست فروغ رو تکفیر کنه. چرا؟ فروغ حرفی میزد که از اونها جلوتر بود. فروغ روشن فکری بود که جلوتر از جای خودش در اونها رو در جامعه میدید. و این تولد دیگر بود که واقعا شناسنامه کل شاعری فروغ شد و اون دشمنان پوسیده فکر هم دیگر چماقهایشان را غلاف کردند. ولی فروغ همچنان نامش جاودانه است و خواهد بود با کارهایی که برای ما گذاشت. فروغ حتی به مردم اطرافش هم به یک صورت دیگر نگاه میکنه. یعنی در اونجایی که میگه زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد، زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخ میآویزد، زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمیگردد، زندگی شاید افروختن سیگاری باشد در فاصله رخوتناک دو هماغوشی. باز این شعر از تولد دیگر است. میبینیم که در عین سادگی با چه ظرافت و زیبایی و نازکبینی میتونه به اطرافش بنگره، نگاه کنه، ببینه چه اتفاقاتی در زندگیست که اون رو به شعر تبدیل میکنه، با اون احساس زیبا و لطیف و رنج دیده‌ای که فروغ داره. ولی هنوز باز افق دیدش در حال گسترشه. فروغ کسی نیست که واسه، در حرکت، مدام در حرکت. جمعه ساکت، جمعه متروک، جمعه چون کوچه های کهنه غم‌انگیز، جمعه اندیشه های تنبل بیمار، جمعه خمیازه های موزی کشدار،
جمعه بی انتظار، جمعه یه تسلیم. ولی برای فروغ تجربه اصلی است این با صراحت زندگی کردنش و اینکه صادقه. واقعا فروغ یک آینه شفاف زندگی خودشه. فروغ شاعر ذاتی است که جسارت میکنه در زمانی که زنان رو کلم پیچ میکردن به قول معروف در چاقچور و چادر، همین که این روزها مجددن متاسفانه به چنین تلاش مذبوحانه دست میزنن، فروغ میاد و جسور میسته، اگرچه مدیون شاعران پیشکسوت و پیشاهنگ قبل از خودش هستش که آنها آمدن و این راه رو هموار کردن.